بناء الكعبة. بناي الكعبة. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل از بعثة رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم. أرادوا تجديد بناء الكعبة. قصد بازسازی کعبه رو نمودند. نعم، فقاموا ببناء وتجديد الكعبة. لذا بازسازی کعبه رو آغاز کردند. واجتمعت القبائل على البناء. و قبایل و تیره‌های مختلف عرب جمع شدند برای بازسازی کعبه و در این زمینه با هم همکاری کردند. لكن عندما ارادوا وضع الحجر الاسود اختلفوا. اما زمانی که قصد گذاشتن حجر الاسود رو در جاش نمودند دچار اختلاف شدند که چه کسی این شرافت رو کسب بکنه. وكادوا يقتتلوا على من يضع هذا الحجر. حتی بر سر این موضوع نزدیک بود که با هم درگیر بشند. حتى اتفقوا على انهم يحكموا اول من يدخل عليهم. و نهایتا اتفاق کردند که نخستین کسی که بر جمع اونها وارد بشه او رو قاضی و داور قرار بدن تا قضاوت بکنه در رابطه با گذاشتن حجر الاسود و اینکه چه کسی این کارو بر عهده می‌گیره. فدخل عليهم النبي عليه الصلاه والسلام. در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جمع اونها وارد شد. فعندما راى النبي صلی الله علیه و سلم استبشروا. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو دیدند بسیار خوشحال شدند. وقالوا هذا الامير رضينا به. گفتند که او شخص امانتداری است و ما به قضاوت او راضی هستیم. فبسط النبي صلی الله علیه و سلم رداءه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ردای خودشون رو پهن کردند. امر كل قبيله ان تاخذ بطرف من الاطراف. و دستور دادند که بزرگ هر قبیله گوشه ای از این ردا رو بگیره. یعنی وضعوها كذا كل قبيله تاخذ بطرف. هر قبیله یا نماینده هر قبیله گوشه ای از ردا رو گرفت. حتی قربوه من موضعه. تا اینکه حجر الاسود رو بالا بردند و به محل قرار دادن اون در خانه کعبه نزدیک کردند. ثم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. و آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حجر الاسود رو سر جاش گذاشت. كان للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرف والله. و بدین ترتیب این شرافت و افتخار قرار دادن حجر الاسود در جای اون نصیب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شد.